فیکوس یکی از گیاهای فوق‌العاده جذابه، اما اگر ندونی چجوری ازش نگهداری کنی به زودی رشدش متوقف میشه و حتی ممکنه از بین بره. تو ادامه ویدیو 0 تا 100 نکات نگهداری فیکوس رو میخوام بهتون بگم. سلام، من پریسا هستم، به یه ویدیو دیگه از کانال گل رویا خیلی خوش اومدید. فیکوس به خاطر اون ظاهر قشنگش و اون برگای کشیده و چرمش یکی از محبوب ترین گیاهای آپارتمانیه. اما جالب بدونین که این گیاه آپارتمانی نیست، یه گیاه نیمه. حالا چرا؟ چون حالت درخچت تو فضای بیرون حتی ارتفاعش به 30 متر هم میرسه و در واقع یه درخته. ولی اگر بخواییم از این گیاه داخل خونه نگهداری کنیم، باید یه سری نکات رو براش حتما فراهم کنیم. بریم با هم ببینیم چه نکاتیه. اولین نکته که باید براش فراهم کنیم نور با کیفیته. این گیاه احتیاج به نور خیلی خوب داره، اما این نور نباید مستقیم باشه چون برگاش میسوزه. داخل خونتون جایی بذارین که بهترین نور داشته باشه و با یه پرده میتونین اون نور رو فیلتر کنین. دومین مورد براش آبیاریه. این گیاه اصلا تشنه کشتن رو دوست نداره چون برگاش حالت آویزون میشه، میفته و نمیتونه درست رشد کنه و یه تنش براش محسوب میشه. پس 2-3 سانت از سطح خاکش خوش شد، اون موقع میتونیم بهش آب بدیم. از اون برم بیش از حد بهش آب ندیم که خاکش خیس بمونه، ریشه ها بپوسن و بازم اون ریشه ها نتونن کار خودشون رو انجام بدن، آب نرسه به برگا و بازم برگا حالت افتاده پیدا کنه. تا الان 2 تا نکته مهم در مورد نگهداری فیکوس رو بهتون گفتم. 2 تا نکته مهم دیگه‌ام تو ادامه ویدیو بعد بهتون بگم. اگر این نکات تا اینجا براتون مفید بوده این ویدیو رو لایک کنین که من متوجه بشم و به هم بگین که این گیاهو دارین، چه شرطی براش فراهم کردین، رشد داره یا نه. 3 مورد که باید حتما براش رعایت کنین رطوبته. این گیاه رطوبت فوق‌العاده خوب میخواد، پس میتونین براش جزیره درست کنین یا دستگاه بخور سرد بذارین. قورپاشی رو زیاد بهتون پیشنهاد نمیکنم چون اونقدر نمیتونه رطوبت رو ببره بالا و اگر برگای گیاهتون خیس بمونه باعث میشه گیاهتون دچار بیماری قارچی بشه. و مورد آخری که باعث شده این گیاه آپارتمانی نباشه تهویه است. این گیاه فوق‌العاده احتیاج به جریان هوا و تهویه داره. اگر هوا دم کرده باشه، گرم باشه، برگاش حالت آویزون میشه، پژمرده میشه گیاه و نمیتونه رشد کنه. پس اون جریان هوا خیلی براش حیاتیه. جایی که فیکوسا قرار میدین حتما باید یه پنجره باز باشه که اون جریان هوا براش فراهم بشه. این نکاتی که بهتون گفتم یکی از اصلی ترین نکات نگهداری فیکوسه، مخصوصا تهویه و رطوبت. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون پست میذارم. اگر به اینجور ویدیوها علاقه دارین خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو روشن کنین که هر موقع من ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشین که این ویدیوها رو میبینین. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.